به ایستگاه خبری و تلویزیون ایران آزادی خوش آمدید. 9 فروردین 1403 برابر با 28 مارس 2024 سلام دارم به همه شما شنوندگان ایران آزادی. نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. آخوند مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی: همین انتخابات اخیر و انتخابات پیش از این در سالهای 1400 و 98 نشان داد که ما در لبه خطر ناامیدی و واگرایی اجتماعی هستیم و مرحله به مرحله مشارکت اجتماعی ما کاهش پیدا می کند و این برای امنیت کشور هم خطرناک است. رویترز. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفت اسرائیل درخواست کرده است تا جلسه‌ای با مقامات آمریکایی برای بحث در مورد برنامه‌های نظامی این کشور در شهر رفح در جنوب غزه تنظیم شود. رویترز. وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد هواپیماهای ارتش این کشور روز چهارشنبه 26 تن کمک‌های بشردوستانه را از طریق هوایی به فلسطینیان در نوار غزه رساندند. مادرید از اسرائیل خواست گذرگاه‌های مرزی زمینی را برای جلوگیری از قحطی باز کند. رویترز. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت وزارت خارجه آمریکا فکر نمی‌کند مذاکرات آزادی گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس به پایان رسیده باشد و افزود واشنگتن فکر می‌کند توانایی برای ادامه مذاکره وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی آژانس رفاه کودکان سازمان ملل گفت رنج روحی کودکان غزه آنقدر عمیق است که برخی امیدوارند برای فرار از کابوس به سرعت بمیرند. رویترز. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت لغو سفر برنامه‌ریزی شده وی به واشنگتن به حماس نشان می‌دهد که اسرائیل در مقابل فشار فزاینده بین‌المللی برای توقف جنگ در غزه تسلیم نخواهد شد. تایمز اسرائیل. نتانیاهو گفت اسرائیل تسلیم خواست‌های توهم‌آمیز حماس نخواهد شد و به کار برای از بین بردن توانایی‌های نظامی و حکومتی این گروه و همچنین آزادی گروگان‌های باقی مانده ادامه می‌دهد. رویترز. آمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه به 32,490 کشته و 74,889 زخمی رسیده است.